با سلام های بسیار گرم خدمت بینندگان عزیز برنامه رهایی زن، امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشتید و آماده دیدن برنامه امشب هم هستید. مینو همتی هستم و برنامه رو بر طبق روال هر هفته تقدیم حضورتون میکنم. برنامه های ما از کانال یک پخش میشه، لطف کنید زمان پخش رو به علاقمندان برنامه و به طور ویژه به فعالین حقوق زنان هم اطلاع بدید. عزیزانی که در هفته گذشته با ما ارتباط داشتید از طریق ایمیل، از طریق ارسال گزارشات، پیامگیر ما، بسیار سپاسگزار هستم از این ارتباطات با ارزنده شما. اخباری که ارسال میکنید به دستم میرسه. اگر برای تیوی برای رهای زن استفاده نکنم، مطمئن باشید که به رسانه های خبری ارسال خواهم کرد. کماکان با ما در ارتباط باشید. برنامه رو میتونید مستقیما از طریق خود وبسایت کانال یک نظاره‌گر باشید. با سپاس از اینکه ما رو همراهی می‌کنید. و اما در برنامه امشب، با اینکه اسارت زنان در تاریخ‌خانه سنت و مذهب از قدمت تاریخی برخورداره، لیکن در جوامع صنعتی که نقش زنان در سوخت و ساز اقتصادی و اجتماعی ضرورت پیدا کرد، قوانین نیز به درجات زیادی، البته با تلاش و کوشش زنان مبارز و پیشرو به خصوص در بریتانیا، به نفع پاره کردن زنجیرهای اسارت دست مذهب و سنت رو از زندگی زنان کوتاه کرد. اما زنانی که از جوامع سنتی و مذهب زده مانند ایران، عراق، ترکیه، افغانستان و امثال هم پا در سرزمین های اروپایی از قبیل بریتانیا می گذارند، علاوه بر سنت های اسارت بار زادگاهشون در کشور میزبان اسیر پدیده‌ای به نام نسبیت فرهنگی می شوند. و علاوه بر تداوم ازدواج اجباری، ازدواج کودکان و حتی قطرهای ناموسی رو تجربه می کنند. به همین رو هستش که مبارزه با این پدیده ها و پاره کردن این زنجیرها نیازمند سازماندهی و تلاش مداوم داره. در برنامه امشب مهمانان عزیزی دارم از بریتانیا تا بر ابعاد این مبارزه یک نگاه نظری بیفکنیم. عزیزانمون دیانا نامی، دبیر سازمان حقوق زنان آکرو، و پاییزی محمود از فعالین مدافعین حقوق زنان در این سازمان که به زبان انگلیسی ایشون تکلم می کنند، و با تشکر فراوان از زهرا رسولی عزیزم که تشریف دارن و سخنان پاییزی گرامی رو ترجمه می کنن برای آدینس ما که به فارسی زبان هستن. با سلام به تک تک عزیزانم دیانا، پاییزی و زهرا گرامی، خوش آمد به برنامه رهایی زن. قبل از اینی که من برنامه رو شروع کنم، دوست دارم که این برنامه رو با دیانا نامی یه مروری بکنم و بعد برم سر اصل مطلب. دیانا نامی، همینطور که گفتم بینندگان ما با فعالیت های شما کم و بیش آشنا هستن از سازمان آکرو، سازمان حقوق زنان. میدانم که فعالیت های شما در تغییر قوانین کشور بریتانیا نسبت به قطعه ناموسی بسیار مؤثر بوده و به نتیجه رسیده. اخیرا هم پیشرفت های بسیار مهمی در ممنوعیت ازدواج اجباری و ازدواج کودکان و همچنین کمپین برای ممنوعیت آزمایش بکارت یا بکارت در دستورتون داشتید. لطف کنید به طور مختصر در این مورد به همچنین چالش هایی که شما در رسیدن به این گرفتن به این بردن این پروسه و بالاخره چالش های روبروتون بوده، دوست دارم یه مقداری در مورد این چالش ها صحبت کنید و بعدا من جزئیات کمپین رو با پاییزی عزیز جویا میشم. بفرمایید. متشکرم مینوی عزیز، با سلام خدمت شما و پاییزی و زهرا عزیز.
آیکرو توی بریتانیا، ما همچنان که میدونید تقریبا 20 سال قبل آیکرو رو اینجا تشکیل دادیم. اونم هنگامی بود که جریان قتل ناموسی اتفاق افتاد و ما در واقع همون موقع من به پلیس زنگ زدم و پلیس به من گفت که ما باید به این احترام بگذاریم چون این فرهنگ شماست و اگه ما این کار نکنیم شما به ما میگی ریسیست. از همون موقع من متوجه این شدم که در بریتانیا واقعا سیاست های غلطی راجع به کمیونیتی هایی که کوچکترن و یا مهاجرن در بریتانیا سیاست های غلطی داره انجام میگیره و زنان تحت نام این که این فرهنگ خودی شماست و تحت نام نسبیت فرهنگی دارن از حقوق به قولی بین المللی زنان واقعا ممنون میشن. ما اینجا اگه در ایران و یا کشورهای دیگه، افغانستان، عراق و یا کشورهایی که ازش اومدیم، ما به دلیل قوانین اون کشورها حق و حقوقی نداشتیم، در واقع در بریتانیا هم به اسم احترام به فرهنگ ما را از این که دسترسی به حق و حقوق انسانی خودمون داشتن من می کردم. این در واقع هم تبعیض بود علیه ما و هم اجازه دادن این که خشونت های خانوادگی، قتل های ناموسی، ازدواج اجباری، ازدواج کودکان، ختنه زنان، همه هر نوع خشونت به قولی جنسی و جنسیتی علیه زنان اتفاق می افتد و قابل تحمل بود و قابل احترام بود چون می گفتن این فرهنگ شماست. ما تمام این مدت تلاش کردیم که دونه دونه علیه این مشکلات و این قوانین مبارزه کنیم و سیاست های آیکرو این بوده که این قوانین رو ما باید عوض کنیم، نه تنها تحمل نکنیم بلکه بگیم که این قوانین ضد بشری، ضد انسانی و ضد زن هست و ما به عنوان زنایی که از جوامع کوچکتری تو این جامعه یا زنان مهاجر و پناهنده هستیم، این نابرابری و این تبعیض رو قبول نمی کنیم و ما باید به عنوان یک انسان برابر، یک زن برابر با زن انگلیسی حتما ما رو قبول کنن و تحمل کنن و هیچ نوع خشونتی رو تحت هیچ عنوانی نباید جایز بدونن و تحمل کنن. این بود که ما در طول این 20 سال تونستیم تغییرات بسیاری در قوانین اروپا و انگلیس و اروپا و حتی جهانی به وجود بیاریم. یکی از اونا علیه قتل ناموسی بود که برای اولین بار دولت انگلیس بعد از اینکه آیکرو کمپین های بزرگی رو راه انداخت، اون رو به عنوان یک نوع یا یک فرم خشونت علیه زنان قبول کرد و اون رو به عنوان قتل عمد قبول کرد. مسئله دیگر مسئله ازدواج اجباری بود که در سال 2014 دوباره ما کمپین های وسیع علیه اون را انداختیم و ازدواج اجباری به عنوان جرم در بریتانیا محکوم شد و هر کسی چه در بریتانیا و یا در کشورهای دیگه دختر و یا پسری رو وادار به ازدواج کنه بدون اینکه این طرف دلش بخواد وارد این ازدواج بشه محکوم میشن و حداقل به 14 سال زندان و جریمه نقدی محکوم میشن. ما در این سالها همچنین متوجه شدیم که ازدواج کودکان تو بریتانیا به شدت رواج داره و مخصوصا دولت بریتانیا راستش چشماشو بر روی این جنایت در بریتانیا پوشونده بسته و نمیخواد قبول کنه که این ازدواج ها اتفاق میفته. اینا ثبت نمیشن وگرنه در کوچه پس کوچه ها در تمام خونه های مخصوصا اونایی که مذهبی هستن، چه اسلامی ها، چه یهودی ها و حتی مذهب های دیگه، یه امامی، یه ملایی، یه آخوندی از هر نوع مذهبی میبرن خونه و دختر 8 سال، 9 سال، 10 سال، 12 سال رو به عقد مردی چه همسن خود و یا بالاتر در میارن و چه بسا خیلی از این دخترها در سن خیلی نوجوانی به عقد مردای خیلی مسن در اومدن و حتی به عنوان زن دوم اونا عقد شدن. بوده که این دختران در روز به مدرسه رفتن و به عنوان یک بچه درس خوندن ولی شب که رفتن خونه زن دوم و سوم و یا زن مرد همسر یک مردی بودن و اینا میبایست که دو رول بازی کنن تو جامعه، اینجور نشون بدن که نه خیر ازدواج نکردن و برعکس وقتی میرن خونه با تمام مسئولیت های ازدواج و حتی بارداری و همه مشکلات دیگه روبرو بشن. و مسئله دیگه ای که این روزا خیلی ما رو جلب توجه ما رو کرد، البته خیلی پیشتر
اینو بگم که ما علیه اینو بگم اضافه کنم ما این کمپینی که راه انداختیم علیه ازدواج کودکان خوشبختانه دولت ازش حمایت کرد و به پارلمان انگلیس رفت و پارلمان به اون رأی مثبت داد که باید ازدواج کودکان ممنوع بشه و ازدواج کودکان از زیر 18 سال ممنوع بشه مخصوصا تو انگلیس و تو خیلی از کشورهای اروپایی قانونی هست که میگن 16 سال و 17 سال پسر و یا دختر میتونن با اجازه خانوادهشون ازدواج کنن ما حتی این رو از قانون بریتانیا که بعد از جنگ دوم جهانی تصویب شده بود و تا حالا جزو قدیمی ترین قوانین بود و تغییر نکرده بود اینو تونستیم تغییر بدیم ها این مسئله اهمیتش در این تنها برای کودکان و یا بچه های خارجی و یا مهاجر نیست بلکه تمام کودکان در انگلیس تحت تاثیر قانون قرار میگیرن چون ازدواج کودکان به عنوان جرم داره شناخته میشه توی انگلیس و هر کودکی رو که وارد یک ازدواج بکنن طرف مورد پیگرد قانونی قرار میگیره سو این قوانین خیلی اهمیت داشته که ما عوض کنیم و مسئله دیگه ای که تازگی روی اون خیلی فوکوس کردیم و کار کردیم و تمرکز کردیم مسئله بکارت دخترانه که دختران خیلی از خانواده ها دختراشون رو مخصوصا در هنگام ازدواج میفرستن پیش یک دکتری یا یک قابله یا هر کی که دختر رو معاینه کنه معاینه واژنش رو بکنه ببینه که این دختر رابطه جنسی داشته بکارت داره یا نه میتونه خونریزی کنه یا نه غافل از این که تقریبا 50% از دختران در حین اولین رابطه جنسی اصلا خونریزی ندارن چه برسه به این که یک کاغذی دستشون بدن و بگن این ما تصویب میکنیم تعیین میکنیم یا قبول کردیم یا میگیم اثبات میکنیم که این دختر هیچ رابطه جنسی نداشته ما حتی این رو جزء خشونت علیه زنان میدونیم و باید تو بریتانیا و تو تمام کشورهای دیگه راستش مسئله بکارت به عنوان یک خشونت یک فرم خشونت علیه زنان شناخته بشه و بی اعتبار بشه و ارزش و اعتبار زن دیگه به مسئله بکارت نباشه این مسئله هم ما داریم روش کار میکنیم که تو بریتانیا به عنوان جرم شناخته بشه و در تمام کشورهای دیگه البته بیشتر این حرف میزنیم که باید چه کارایی بکنیم تا این تغییرات رو به وجود بیاریم مخصوصا تو جامعه من به قولی میکروفون رو میدم دست شما و دوستان عزیزم همکاره عزیزم که صحبت کنن فعلا سپاسگزارم دیانای عزیز توضیحات خوبی بود میرسم به پاییزی عزیز قبل از اینی که با پاییزی سخنانم شروع کنم میخوام یه بیوگرافی کوتاهی خیلی کوتاه چون من خودم شخصا وقتی که رو اسمشون زدم صفحات زیاد از فعالیت های با ارزش پاییزی اومد بالا و فقط خیلی کوتاه من اینجا بهش اشاره می کنم. پاییزی محمود یک کرد بریتانیایی و مبارز در آکرو سازمان حقوق زنانه. او برای افزایش آگاهی و پایان دادن به اقدامات مضر از جمله ازدواج کودکان، ختنه زنان، آزمایش باکرگی، هیمونوپلاستی با اینکه بر تجربیات زیسته خود و از دست دادن خواهرش بناز در قتلی به نام ناموسی کمپین میکنه با بزرگ شدن خانواده های متشکل از 6 زن حقوق زنان همیشه به قلب پاییزی نزدیک بوده سخنرانی پاییزی در تد اکس درخواست بازمانده برای پایان دادن به ازدواج کودکان بیش از 1,000,000 بار مشاهده شده. تومار او در حمایت از کمپین حمایتی آکرو در مورد ممنوعیت ازدواج کودکان تقریباً 250,000 امضا رو به خودش جلب کرده و او مستقیماً با وزیران صحبت کرده. پاییزی صدای تاثیرگذار در لایحه ازدواج و مشارکت مدنی حداقل سن بوده که اخیراً با حمایت کامل دولت با رأی نمایندگان مجلس برای تغییر قانون به طوری که هیچ شکلی از ازدواج کودکان در انگلیس و ویلز قانونی نباشد
به موقعیت تاریخی دست یافته. حمایت از پاییزی باعث شد که او به عنوان داوطلب سال 2021 پارلمان بریتانیا انتخاب بشه و همچنین از او در جوایز 2000 زن سال بریتانیا در 2002 به این جایزه بهش تعلق بگیره. او عضو کمیته مشاوره دختران نه عروس می باشد. پاییزی عزیز، با تشکر از اینکه توی برنامه شرکت کردین، بینندگان ما بارها و بارها در رابطه با قتل‌های ناموسی و به خصوص قتل خواهر خود شما بیناز مطلع شدن. سوال اولم اینه که انگیزه اولیه شما کلن برای پیوستن به کمپین های مثل سازمان آکرو چی بوده؟ Dear Paisley, our audience often heard about the experience of honor-based violence, especially what your sister experienced. And I would like to ask you, what was your main motivation in joining campaigns such as ICRO's campaign? Sorry. Thank you so much for inviting me on this show. My main motivation was back in 2007 when my sister's case was on trial in the UK. I saw ICRO campaigning for my sister. And so many years later, that really inspired me to join in making a change and to also use my voice, because I know this is something that affects so many women and so many girls, not just Kurdish girls and Kurdish women, but these issues are impacting women from all over the world. And so it really inspired me to want to join this group of Kurdish women who are doing so much to change things here in the UK and for girls all around the world. انگیزه اول من این هست که در سال 2007 وقتی که محکمه‌ای برای مجازات قاتلین خواهر من برگزار شده بود در انگلیس، من با سازمان ایکرو آشنا شدم که اونها کمپین می‌کردن و دادخواهی می‌کردن برای کشته شدن خواهر من. این انگیزه من بود که به سازمان ایکرو سالها بعد بپیوندم و با اونا کار بکنم در مورد خشونت‌های ناموسی و قتل‌های ناموسی. قتل‌های ناموسی و خشونت‌های ناموسی از موضوعاتی هست که نه تنها برای زنان کردی و عراقی هست، بلکه زنان زیادی آسیب دیدن از این موضوع. پاییزی عزیز، این همه موفقیت هایی که به هر حال به دست اومده با تلاش شما، با تلاش دیانا و کمپین های موفقی که داشتید، سوالم اینجا هست، چرا ممنوعیت ازدواج اجباری و ازدواج کودکان مهاجر توی بریتانیا مهمه و آزمایش بکارت چه عواقب ناگواری برای زنان جوان و آینده زندگی اونها داره؟ Considering that the campaigns that yourself and Diana have done over years, successful campaigns that you have done over years, would like to ask, why do you think that a ban in forcing early marriages and child marriages is an important thing in the UK? As well as, why do you think virginity test is an important thing? So the campaign to end child marriage, I think it's very important because a lot of people don't actually think that this is happening in the UK, but it is happening, and it's something that I experienced and my sister experienced and many girls that seek help from ICRO do experience still to this day. I think it's very important for a country like the UK, who says that they stand up for every girl and, you know, they believe in women's rights. It's very important that they set this example so that the rest of the world can actually follow this change as a world leader, as a country that is world leading in the Western world. We need to see this change happen. It can't be happening here or anywhere in the world. So
I think it's crucial for the UK to take this step. And also, if you look back at how old this law is, it's over 100 years old and it doesn't fit our society. I'll let you translate, Zara, and then I answer the second part. Thank you. دلیل اصلی که من مخالف هستم با ازدواج اجباری کودکان و ازدواج اجباری کودکان این هست که خیلی از مردم فکر میکنن که این اتفاقات در انگلیس نمیفته ولی خبر ندارن که تعداد زیادی از دختران جوان و کودکان مجبور میشن که ازدواج بکنن زیر قانونی که وجود داره. یکی از مثال‌هایی که من میتونم بزنم خودم و خواهرم هستیم که ما هر دوی ما ازدواج اجباری رو تجربه کردیم و دلیل دوم این هست که اگر به قانون نگاه بکنیم این قانون بسیار قانون قدیمی هست و مطابق با نیازهای امروزه ما نیست. من فکر میکنم که انگلیس به عنوان یک کشوری که همیشه پیشتاز بوده در حمایت از حقوق زنان و قانونهایی که داشته این قانون رو تغییر بدن. And the second question also on virginity testing, because this is something that is harming women and girls and it's absolutely horrific and dehumanizing that any woman should have to prove her virginity. The most important thing to remember is that there is no scientific evidence that girls are born with their hymen intact. And so to have to prove that they are virgins, it's very demoralizing and it affects women emotionally and mentally. And they shouldn't have to prove this. It's actually violence and it's abusive to put girls through this. We see this casework. We have dealt with this type of abuse at ICRO and girls who have come to us and said they've gone through this and it's a very traumatic experience for girls to have to go through. And again, this is happening in the UK. Clinics are making money from this and they don't care about the well-being of these girls. There is no safeguarding in place. And again, it's another thing that the UK has to set an example and make sure that women and girls are safe from this harmful practice that is happening. اما در مورد سوال دومی که شما پرسیدین در مورد تست بکارت یکی از کارهایی است که واقعا مخالف کرامت انسانی زنها هست و باید از اون خودداری بشه. یک چیزی که خیلی مهم هست و باید همه بدونن خیلی دلیل علمی وجود نداره که ثابت بکنه که زنها باکره هستن و این آزمایشاتی که انجام میدن آزمایشاتی هست که چیزی رو از نظر علمی و از نظر طبی ثابت نمیکنه برای باکرگی زنها. ما میدونیم که خیلی از زنهایی که تست باکرگی روی اونها انجام شده پیامدهای احساسی برای اونها وجود داره که در طولانی مدت اونها از اون آسیب میبینن و همچنین ما فکر میکنیم که این یک خشونت علیه زنها هست و باید از اون جلوگیری بشه. همونطوری که قبلا گفتم من فکر میکنم که انگلیس به عنوان یک کشور پیشتاز باید یک الگو باشه برای اینکه تست باکرگی در هیچ جایی انجام نشه. سپاس فراوان. دیانای عزیز، شما مبارز خستگی ناپذیر هستید. سنگرهای بعدی برای فتح و عقب راندن ارتجاع مذهب و سنت و در راستای دفاع از حقوق و کرامت انسانی کدوم ها هستند؟ چه برنامه هایی دارید؟ من فکر میکنم که اینکه زنان به عنوان جنس دوم و یا شخص دوم بر اساس قوانین مذهبی شناخته میشه در دنیا واقعا یکی از بزرگترین خشونت هاست که علیه زنان روا داشته شده، مخصوصا در جوامع ما، کسای ایران، افغانستان، عراق. اینو بگم که زهرا خودش از فعالین حقوق زنان افغانستان هستش و همچنین ایران و فعالیت های زیادی داشته که خیلی آشناست به این مسائل. من فکر میکنم راجع به برابری زنان با مردان بیشتر صحبت کنیم. حالا البته این کمپینایی که داریم همش رو اونا داریم کار میکنیم چون خیلی کار میبره،
ولی فکر میکنم که روی برابری زنان و مردان صحبت کنیم و هیچ چیزی رو کمتر از اون قبول نکنیم. مخصوصا در اینجا میبینیم میدونیم که خیلی از بچه ها رو دارن از طریق مسجد ها و یا امامی که میره خونه ازدواج میدن، نمیدونم حقوق دختر رو ندیده میگیرن تو اروپا. اینا رو حتما ما باید نقدش کنیم، ما باید بهش برخورد کنیم و اجازه ندیم اتفاق بیفته تا اونجایی که میتونیم واقعا اینا رو افشا کنیم. اما در این حال مبارزه ما خیلی وسیع‌تره و فکر کنم اساسا تنها بریتانیا، یعنی محدود به بریتانیا نمیشه، بلکه ما فعالیت هایی که داشتیم واقعا تونسته تاثیرات جهانی داشته باشه. و من از یه چیزی که خوشحالم که این که تونستیم و سعی کردیم که حتما این سازمان ما بتونه با سازمان های دیگر ایرانی فعالیت داشته باشه و بتونیم فعالیت های خودمون رو گسترده تر کنیم. بیشتر تونستیم با سازمان های زنان افغانی ارتباط داشته باشیم و بتونیم حتی یعنی فعالیت هامون رو خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تر بکنیم. کاری که داریم میکنیم اینه که بعضی از پروژه هایی رو که داریم در تلاشیم که اونا رو وسیع‌تر کنیم، مخصوصا پروژه های خونه امن برای زنان مخصوص جامعه ما که احتیاج به کسایی رو داره که واقعا بتونه به زبون اونا صحبت کنن و جای امنی باشه که هنگامی که اونا در خطر خشونت از طرف خانواده و یا شوهر و یا خواهر و برادر و پدر هستن، ما جای امنی به اونا بدیم که بتونن زندگی راحتی رو شروع کنن و زندگی مستقل و قدرتمندی رو شروع کنن. به هر حال برنامه ها و پروژه های زیادی داریم که امیدوارم بتونیم با کمک مردم چه در داخل ایران، افغانستان، عراق و حتی در کمک مردم در بریتانیا ما بتونیم این پروژه هامون رو بسیتر کنیم و سازمان بیشتر در دسترس مردم باشه. چون واقعا سازمان ما اساسا عمیقا اعتقاد داریم که باید به زنان کمک کنیم و اونا رو کاری کنیم که اونا اینقدر قوی باشن که هیچ تحمل هیچ نوع خشونتی رو نکنن، نه بر اساس اینکه بچه دارم باید تحمل کنم، نه اینکه پدرم یا مادرم یا افراد، یا اینکه مردم چی میگن پشت سر من. مردم چی میگن نباید تأثیر بذاره روی که زندگی یک زن رو تعیین کنه و باعث بشه که خشونت رو از هر نوعش رو قبول کنه و بهش تحمیل بشه، بلکه انسان زن مثل انسانی که بتونه برای زندگی خودش تصمیم بگیره و اگر کسی رو دوست داره با اون کس ازدواج کنه، با شوهرش اگه رابطه خوبی دارن که بهترش کنن، عمیق‌ترش کنن، و اگه خشونتی هست اون رو قبول نکنن تحت هیچ لوایی. و ما بتونیم این سازمان ما عملاً اعتقاد داره که این زنان رو قدرتمند کنه و به اهداف خودشون برسن. و از طرف دیگر اینو اینجا بگم که تمام اطلاعاتی که ما به ما میدن از طرف خانم ما، اینا همش محرمانه است، کاملا محرمانه است و ما فقط از اونا دفاع میکنیم. ما فقط طرف زنان رو میگیریم، با خانواده ها هیچ ارتباطی نمیگیریم و نداریم و نخواهیم داشت. بر حال تلاش ما اینه که بتونیم وضعیت رو تا اونجایی که میتونیم واقعا مناسب زندگی یک زندگی انسانی و شایسته زنان جوامع ما بکنیم. که همینجا من یه سوالی از زهرا رسولی عزیزم بکنم برای افغانی های مقیم بریتانیا، چه به حساب خدماتی چه در دست دارید که اینجا اگه مطرح کنید؟ بسیار رجوع میکنن به ما. خب خوبه که ما اینا رو بدونیم، حداقل که این تا چه حدی میتونن کمک بشن. تشکر. همونطوری که دیانا جان گفتن، خانمایی که از افغانستان نیاز به کمک دارن، که این موضوعات میتونه خشونت خانوادگی باشه، خشونت‌های ناموسی، ازدواج اجباری، و گاهی وقتا امکان داره که بعضی از خانم ها نیاز داشته باشن که کارهایی که بسیار عملی تر هست، مثلا تنها هستن توی این کشور، نیاز دارن که به خانم های دیگه آشنا بشن یا به خدماتی که مثل خدمات صحی و خدمات تحصیلی دسترسی پیدا بکنن،
یا نیاز به مشاوره دارن، مثلا از افسردگی رنج میبرن یا تجربه خشونت خانوادگی داشتن و حالا میخوان که با یک مشاور صحبت بکنن، با یک روانشناس صحبت بکنن، سازمان ایکرو ما در اونجا بخشی داریم که با این خانم ها کمک میکنن. مشاورینی که در بخش مشاوره ما و روانشناسایی که کار میکنن اکثریتشون دو زبانه و گاهی وقتا سه زبان، چهار زبان صحبت میکنن، میتونن به زبان دری یا فارسی به همون زبانی که راحت‌تر هستن این خدمات رو دریافت کنند. و همچنین اگر که پشتو زبان هستن یا اینکه به زبانهای دیگه افغانستان صحبت میکنن، ازبکی و ترکمنی، ما میتونیم با گرفتن مترجم به اونها کمک بکنیم. همونطور که دیانا جان گفتن خیلی مهم هست که بدونن این اطلاعاتی که به ما میدن همش محرمانه هست و ما اطلاعات رو با خانواده اونها یا با جامعه‌ای که اونها هستن درش در میان نمیگذاریم و به اونها کمک میکنیم که بتونن از اون وضعیتی که ناگوار باشه یا اگه در خطر باشن بیرون بیان. همچنین خانه امنی که ایکرو داره یکی از گروهی که میتونن به اون خانه امن دسترسی پیدا بکنن خانم های افغانی هستن، یعنی کسایی که توی اون خانه امن کار میکنن تخصص دارن، در مورد فرهنگ افغانی میفهمن و به زبان دری و فارسی صحبت میکنن. این خدماتی هست که ایکرو برای خانم های افغانی داره. و همچنین اگر که ما خودمون نتونیم به دلیل های مختلف به این خانم ها کمک بکنیم، میتونیم که اونا رو به وکیل یا سازمان های دیگه ای که اونا خودشون علاقه مند داشته باشن یا نیاز داشته باشن معرفی بکنیم. بسیار هم ممنون از این اطلاعات واقعا جامع و مفیدتون. زهرا رسولی عزیز، احتمالاً میدونم وقتتون هم تنگه، ولی خیلی علاقه دارم که در فرصت‌های بعدی، چون ما ارتباط تنگاتنگ داریم با عزیزانمون در افغانستان و فارسی زبانان در جاهای مختلف دیگه، احتمالاً میشه که از این تجربیات شما به نفع هستن برای آگاه رسانی استفاده کنیم. خیلی هم ممنون هستم. به عنوان آخرین سوال از پاییزی عزیزم، لطف کنید اگر پیغامی دارید برای نسلی که مثل نسل خودتون این خشونت‌ها رو دیده، لمس کرده، بعد درونش بیرون اومده و داره براش مبارزه میکنه، دوست دارم اگه پیغامی داری برای هم نسل‌های خودت بشنویم. My last question is for Paisy, and I would like to ask if you have any message for people from your generation who experience violence, and generation that who experience this violence but they survived and they are thriving, they are fighting and advocating for no other person to be subject to those violences. If you have any message for those people, we would like to hear it. My message for anyone who is standing up to violence they're experiencing or abuse they have experienced, especially the next generation and young people, it's so important that you do that. Your voice is so important and it's needed, because we need to see those changes, and with your voice you can do that. We can all make a change. I know it's not easy for everybody to speak out, but for the people that do speak out, we really appreciate you, and we know that it's not easy, but you will change lives, because all it takes is for one person to stand up and say no to the abuse and no to the violence, and encourage so many other women and girls. Sometimes you may not realize the power in your voice, but actually just speaking up, even the people around you, you can really change things. Change takes time, but it will happen, and it does happen, and your voice is so important. And we're very grateful for anybody who uses their voice to stand up against violence, and we're here for you. We stand with you. پیام من به این نسل و نسل جوان مخصوصا این هست که صدای شما مهم هست. صحبت بکنید در مورد تجربیات خودتون. تغییر زمان میبره و به سادگی امکان نداره، ولی صحبت کردن در مورد موضوعاتی که شما تجربه میکنید یک شروع هست.
من خواهش دارم از تمام جوانا که صحبت بکنن در مورد این موضوعاتی که در مورد این موضوع صحبت بکنن و شاید شما این متوجه نباشین که چه صحبت کردن شما چه تغییرات بزرگی در اطرافتون به وجود میاره. بسیار هم سپاسگزارم، خیلی واقعا حیف که برنامه محدوده ولی حرف زیاده و میشه از صحبت شما عزیزان به نحوه هستن خیلی آگاه دهنده هستش استفاده کرد. فرصت های بعدی حتما پاییزی عزیز، زهرای گرامی، قول بدید که مهمان های برنامه ما باشید، اینو ترنسلیت کنید برای پاییزی که همینجا ما ازش یه قولی بگیریم. زهرا جان Thank you for participating today in today's discussion. And you should promise that you to join another discussion and be a more frequent participant of this channel. So, I mean, to. Yes, خوشحال میشم. سپاس فراوان از دیانا عزیزم، زهرا رسولی عزیز و پاییز گرامی که وقتتون رو در اختیار برنامه امروز گذاشتید. با تشکر از عزیزانی که تا این لحظه ما رو همراه بودید. چه خوش. مرسی. تشکر. دوستان عزیز، در این قسمت توجهتون رو به یک